سلام، مستر فودم و امروز براتون دونر کباب درست میکنم. خب ابتدا یک عدد پیاز بزرگ و داخل غذا ساز میریزیم و به شکل پوره درش میاریم به این صورت. حالا داخل یه ظرف دیگه گوشت چرخ کرده و پیازی که پوره کردیم و آبش رو میگیریم و روی گوشت میریزیم. شیر، ماست پرچرب یا ماست ترش، نمک، پودر پاپریکا، تخم گشنیز، آویشن. حالا خوب گوشت رو ورز میدیم. 3-4 دقیقه بعد گوشت رو روی سلفون به این صورت میریزیم و شروع میکنیم به جمع کردنش و به این حالت رولش میکنیم. این گوشت رو به مدت 1 روز داخل فریزر میذارین تا کاملا خودش رو بگیر و سفت بشه. گوشتمون هم میکس گوساله و گوسفندیه. حالا سس دونر رو درست میکنیم. ما احتیاج به سس مایونز، خردل، پودر پاپریکا، سس کچاپ، نمک و فلفل هم به مقدار لازم، یه حبه سیر درشت. حالا سسمون رو به هم میزنیم و در نهایت هم یک عدد خیارشور متوسط ریز خورد میکنیم و بهش اضافه میکنیم. این هم از سس دونر. برای درست کردن تاپینگ جعفری تازه خورد میکنیم، گوجرم به این صورت و پیازم حلقه ای و یه کمی به همشون میزنیم. روشون نمک و فلفل به مقدار لازم میریزیم، روغن زیتون، کمی سماق و دوباره به همشون میزنیم و در نهایت هم روشون آب لیمو تازه میریزیم. خب یه روز گذشت و گوشت ما خودشو گرفت و صفر شد. با یه چاقو برش میزنیم و سلفونش ازش جدا میکنیم و به این صورت برش های خیلی نازک میزنیم. زمانی که گوشتتون رو از فریزر در میارین 1-2 دقیقه بذارین بمونه تا کمی بافتش نرمتر بشه و به راحتی بتونین برشش بزنید. برای اینکه گوشتتون خوشمزه تر بشه یه قاشق غذاخوری کره میریزین کف مایتابه و به این صورت شروع به سرخ کردن گوشتتون میکنین. اون زمانی هم که گوشت پخت نون و برش میزنیم و روی گوشتا میزنیم. مرحله اول روی سطح نونتون سسی که درست کردین رو بزنید، بعد خیارشور، بعدش گوشت و روی گوشتا هم تاپینگی که آماده کردیم. پیشنهاد میکنم که این دونر کباب خوشمزه رو حتما توی خونه امتحان بکنید. بح!